دوستان سلام من سرماز برقگیر هستم و شما دارید به پادکست لام تا کلام گوش می کنید لام تا کلام یه گفتگوی دوستان است از قلب من به قلب شما و هدفش فقط و فقط کمک به بهتر کردن کیفیت روابط و زندگی شما لام تا کلام نتیجه تحقیقات من و چکیده ای از جلسات کوچینگ و سمینارهای من من طولام تا کلام از ناگفته هایی میگم که تاثیر زیادی رو کیفیت زندگی ما میذارن و ما به هر دلیلی اونا رو نادیده میگیریم این اپیزود 152 پادکست لامتا تا کلامه که در مهر ماه 403 ضبط و پخش میشه و قراره ببینیم چرا ما خود تخریبی میکنیم خب قبل از اینکه که برسیم به ماجرای خود ویرانگری و خود تخریبی و ریشه هاش میخوام یه خبر فوق العاده جذاب بهتون بدم انقدر از من سالهاست میپرسید که ماجرای معجزه قلم و کاغذ چیه چطوری میشه انجامش داد جورنالینگ چیه چطوری میشه یه عادتش کرد که بالاخره اولین محصولم رو در این ارتباط دارم منتشر میکنم با همت خودم و تیمم روز 20 اکتبر محصولی به نام معجزه قلم و کاغذ با مدیتیشن برای رهایی از اسارت ترس داره منتشر میشه این محصول یک فایل صوتی از صدای من تو این فایل من دست شما رو میگیرم و قدم به قدم راهنماییتون میکنم که چجوری از معجزه قلم و کاغذ استفاده کنین چجوری انجامش بدید و چطور در مقاطعی مدیتیشن رو باهاش ترکیب میکنیم همونطور که بتون گفتم محصول اول برای رهایی از اسارت ترسه چجور ترسی ترس از ترد شدن ترس از نشنیدن ترس از از دست دادن ترس از نگفتن ترس از وارد رابطه شدن ترس از رابطه خارج شدن ترس از درخواست کمک کردن و بسیاری از ترس های دیگه این محصول به شما کمک میکنه که هر بار که دوچار هر گونه ترسی میشید این ترس رو با معجزه قلم و کاغذ و مدیتیشن اول ببینید بپذیرید مدیریتش کنید و جایگزینش کنید خیلی هیجان زدن براش همونطور که بهتون گفتم از 20 اکتبر تو وبسایت هم آماده است برای تهیه یه نکته ایرم بهتون بگم که ما تا این لحظه هنوز موفق نشدیم درگاهی رو برای تهیه دوستان داخل از ایران ایجاد بکنیم به مجرد اینکه این درگاه آماده شد بهتون خبر خواهیم داد فعلا این محصول برای دوستان خارج از ایران در دسترسه و اما ماجرای خود تخریبی، خودویرانگری که به انگلیسی میشه سلف سابوتاژ، به معنای انجام رفتارهایی که فرد به صورت ناخودآگاه انجام میده که یک جورهایی جلوی دستیابیش به اهداف و موفقیت خودش رو بگیره. یعنی در مسیر رسیدن به اهداف خودش مانع تراشی میکنه. این رفتارها معمولا از ترس از کمبود اعتماد به نفس یا منفی ذهنی نشأت میگیرن تجربه های منفی گذشته چیزهایی که والدین ما در ذهن ما کردن به این خود تخریبی و خود وجود خودمون بیشتر کمک می‌کنه. و ما رو تو موقعیت های دشواری میتونه قرار بده. آدما معمولا از طریق خود تخریبی از رویارویی با چالش های جدید و پذیرش اینی که آقا من این موفقیت رو به دست آوردم اجتناب میکنن. خیلی وقتا ها هست که آدم ها اصلا متوجه نمیشن که دارن فرصت های زندگیشون رو تخریب میکنن. چون این رفتارها به بخش از زندگی روزمره و الگوهای فکری اونها تبدیل شده. من تو کارم با کلاینتام متوجه شدم که این ماجرای خود تخریبی میتونه در های مختلفی اتفاق بیفته. میتونه تو ارتباط خودمون با خودمون باشه که خود تخریبی باعث میشه اعتماد به نفس ذات نفس ما به شدت آسیب ببینه. میتونه توی روابطمون باشه، میتونه تو کار باشه، میتونه تو تحصیل باشه، میتونه تو حوزه اجتماع باشه، میتونه تو پیدا کردن کار بهتر باشه میتونه تو دنبال پروموشن و ارتقا گرفتن باشه ببینید باورهای محدود کننده که توسط این ماجرای خود تخریبی وارد ذهن ما میشن یه جورایی تا آخر عمرمون انگار با ما همراهن مگه اینکه جلوشون رو بگیریم خود تخریبی میتونه یه جاهایی باعث به تعویق انداختن کارهای ما بشه افرادی که مدام کارهاشون رو به تعویق میندازن حتی زمانی که زمان و منابع لازم رو هم دارن یه ترس از شکست یا موفقیت دارن که با خود تخریبی داره همینجور بیشتر و بیشتر میشه آدمایی که با خود تقریبی درگیر هستن ناخداگاه میرن دنبال کسایی که براشون مضرن تو رابطه یا اگه با یه آدمی وارد رابطه شن که به نظرشون خوبه یا مشکل کمتری هم حتی نسبت به آدمای دیگه داره از ترس اینی که صمیمیت واقعی نیاد از ترس اینی که آسیب عاطفی عمیق نخورن اصلا از رابطه اجتناب میکنن این آدما خودشون رو تو موقعیت های مختلف به شدت دست کم میگیرن یک جمله بسیار مشترکشون که من وقتی با کلاینت هم کنم میبینم مثلا یکیش اینه که نه این کار که به من نمیدن نه اون آدم که من انتخاب نمیکنه عمرم بیاد اصلا منو نگاه نمیکنه یه جور دست کم گرفتنه فرد مدام خودش رو کمتر از اون چی که هست نشون میده و میبینه و حتی زمانی که موفقیتاش واضح هستن ناخودآگاه اونا رو کوچیک جلوه میده یا دستاوردهای خودش رو نادیده میگیره خود تخریبی بسیار ماجراش پیشیده تر از این حرف و اغلب ریشه در تجربیات گذشته همچون بهتون گفتم باورهای منفی و ترسهای درونی داره والدین ما و محیطی که توش بزرگ شدیم معلم به شدت روی ماجرا تأثیر میذارن آدم ها چرا خود تخریبی میکنن؟ یکی از علتاش میتونه ترس از شکست باشه. افراد از شکست میترسن و به همین دلیل ترجیح میدن که اصلا تلاش نکنن چون میگن خب اگه تلاش کنم وارد ماجرا بشن بعد شکست بخورم دیگه خیلی وحشتناکه باز دوباره جمله بسیار بسیار مشترک تو آدمایی که منمشون کار کردم اینه میگم چرا این امتحان نمیکنی میگه اگه خراب شه چی میگم خب نشه چی ولی اون به خراب شه داره بیشتر تکیه میکنه چرا برای اینکه تو ذهنش اینه که من شکست خواهم خورد یه علت دیگهش میتونه ترس از موفقیت باشه. بعضی از آدما از تغییرات و مسئولیت هایی که با موفقیت همراه میترسن. میدونن که این کاری که من بکنم به یه موفقیتی ممکنه نزدیک شه. ولی ناگهان انگیزه خودشون رو از دست میدن و از ادامه دادن منصرف میشن. چون عمیقا به خاطر اعتماد به نفس پایینشون که دلیل بعدیه خودشون لایق رسیدن به یه موفقیت و موقعیت خوب نمیبینن افرادی که احساس میکنن شایستگی رسیدن با موفقیت و خوشبختی رو ندارن کسایی که اعتماد به نفس پایین دارن عزت نفس پایین دارن پس پا چه اتفاقی میفته خودشون رو تخریب میکنن اصلا اینا جلو جلو جل خودشون رو تخریب میکنن مثل کسی که حتی با داشتن مهارت و تجربه تو جلسه های مهم صحبت نمیکنه خودش رو کم ارزش جلوه میده من یه کائنت دارم که همیشه به من میگفت اوایل که با شروع کرده بودم که میگفت اون تعداد ثانیه‌هایی که من سکوت میکنم تو جلسه با اینکه همه منتظرن یکی که بلده جواب بده و من بلدم ولی بازم سکوت میکنم اصلا اون اعتماد به نفس رو ندارم که بلنشم و صحبت کنم زجر مطلقه بر من و اینکه اون سکوت دیدی اون سکوت اون پاس کردن و اون سکوت تو جلسه چقدر چیز وحشتناکیه ولی بازم اون سکوت رو نمیتونست بشکنه که خب ما روی لایه های اعتماد به نفس ذات نفسش با هم کار کردیم یکی از علتهای خود تخریبی میتونه کمالگرایی باشه افراد کمالگران نمیتونن خطا اشتباه بپذیرن و در نتیجه ممکنه از ترس کامل نبودن اصلا شروع نکنن خودشونو رو تخریب کنن موقعیت های اطرافشون هم نابود کنن مثل کسی که میشینه سالها روی مقاله کار میکنه ولی هیچ وقت نمیفرستتش ارسالش نمیکنه چون همش فکر میکنه خوب نیست بعد کار کنی من همیشه میگم به بچه‌ای که دارن پی اچ میخونن یا پست میگم ببین تا آخر عمرت بنویسی روش کار کنی هنوزم میتونی کار کنی هیچ کامل نمیشه بفرست بره رفتارهای منفی و ناسالم مثل مصرف مواد مخدر یا به تعویق انداختن کارها میتونن یکی از نشونه های اصلی خود تخریبی باشه مثل کسی که به جای کار روی اهدافش وقت زیادی رو صرف دیدن تلویزیون بودن تو سوشال میدیا یا مصرف مواد مخدر میکنه یکی از علت های میتونه تجربیات منفی گذشته باشه تجربه های تلخ به خصوص همونجوری که بهتون گفتم در پروسه بزرگ شدن در زمان کودکی میتونه باعث که اون فرد به آینده اعتماد باشه و خودش از رسیدن به موفقیت یه موقعیت خوب باز بداره حتی تو بزرگسالی کسایی که به دلیل یک رابطه شکست خورده یا به دلیل اینکه میبینن بزرگتراشون مثلا مادر پدرشون جدا داشتن یا با هم موندن تو زندگی ولی یک زندگی فاجعه فقط پر از دعوا و جنگ اصاب و اینا داشتن اینا آدمایی میشن که در آینده اعتمادی به ارتباطات بعدی نمیتونن بکنن و همیشه با خود تخریبی سعی میکنن یا به موفقیت تو رابطه نرسن یا اصلا وارد رابطه نشن که ممکنه جایگاهی از موفقیت داشته باشه چون جرأتشون رو از دست دادن آدمایی که مشکل خود تخریبی دارن احساس شرم و گناه خیلی بالایی دارن چون برای هر چیزی که اولا که دنبال گناهکار و مقصر میگردن مسئولیت ها رو نمیتونن به عهده بگیرن چون همش نگرانن که شکست میخورن بنابراین هی خودشون رو شماتت میکنن دائم ترس از قضاوت شدن دارن باز این قضاوت چیکار میکنه باعث میشه من خودم و در معرض آدمای دیگه یا جایی که بخوان حتی منو ببینن که قضاوت کنن نذارم پس حرف نمیزنم اقدام نمیکنم وارد رابطه نمیشم دنبال کار خوب نمیگردم خودم تو یه حوزه این نسبتا امنه که البته جایگاه زجر و درده نگه میدارن آدمایی که با حس خود تخریبی مفرد درگیرن همش احساس میکنن که کنترلی رو شرایط ندارن رو زندگی خودشون کنترل ندارن بلکه خودشون رو لایق یک زندگی خوب نمیبینن پس دائما با این حسی که نمیتونن شرایط و موقعیت ها رو کنترل کنن درگیرن این آدما ترس از صمیمیت دارن همونجوری که بهتون گفتم به دلیل شاید تجربه های قبلی اعتماد به نفس و نفس پایین از نزدیک شدن به دیگران و تجربه رابطه های عاطفی عمیق میترسن و خودشون رو تو موقعیت های ناسالم قرار میدن این آدما بیشتر مواقع وارد رابطه میشن که میدونن پایان خوبی نداره فقط به این دلیلی که از رابطه سالم و صمیمی به شدت حراس دارن حالا ما همه این رو بهتون گفتم بهتون بگم که با این خود ویرانگری با این حس بد سرزنش به خود و نداشتن کنترل شرایط و همش دنبال کمالگرایی بودن چیکار میشه کرد یکی از کارا اینه که ما اول الگوهای رفتاری که منوط میشه به خود تخریبی شناسایی کنیم و بپذیریم بازم پذیرش اولین قدم برای تغییر اینه که با بدونیم این الگوهای خود تخریبی کدومان اونها رو بشناسیم و متوجه باشیم که چه مواقعی داریم میریم به سمت خود تخریب. خریبی. مثلا من نگاه میکنم میبینم که آقا من موقع انجام دادن کدوم کارهاست که من اونا رو به تعویق میندازم اونا رو شناسایی میکنم من همیشه میگم تریگرها و محرکاش رو شناسایی میکنم چون میدونم که اگه اون به تعویق انداختن و با خود تخریبی همجا ادامه بدم چی میشه به پیشرفتم آسیب میزنه پس میتونم جلوش رو بگیرم پیشگیری کنم یه مسئله دیگه که خیلی مهمه اینه که وقتی میخوایم هدف گذاری کنیم بعد اینا رو واقع بینانه بذاریم یعنی هدف رو کوچیک و واقع بینانه و خیلی قابل لمس و ملموس بذاریم چرا برای اینکه میتونیم جلوی فشار کمالگرایی ترس از شکست رو بگیریم مثل کسی که میخواد یه مقاله بنویسه مثل کسی که میخواد یه کتاب بنویسه مثل کسی که میخواد یه امتحان بده به جای که تمرکز کنه رو کل امتحانه که مال دو سال دیگه است مال یه سال دیگه است به خودش بگه آقا من هر روز انقدر ساعت قرار رو این کار کنم یه صفحه قرار کتاب بنویسم انقدر صفحه از این کتاب رو باید بخونم ریز ریز کنه این جلوی خود رو میگیره چون اون تصویر بزرگ سایکی و روان ما رو اصلا سایش میده یکی دیگه اینه که تمرین مهارت های ذهنی مثبت ما باید الگوهای فکری منفی رو به مثبت تبدیل کنیم که بتونیم خودمون رو کمتر سرزنش کنیم فردی که همیشه خودش رو سرزنش میکنه خیلی جاها میتونه با اینی که به خودش یادآوری کنه که من لایق موفقیت هستم من یه بار تونستم پس بارهای دیگه هم میتونم میتونه این افرمیشن مثبت و جایگزین ندای سرزنشگر درونش بکنه که فقط داره تخریبش میکنه یه راه دیگه اینه که آقا این ترسا رو شناسایی کنیم ببینیم کجا یعنی روی اون خداگاهیمون کار کنیم خداگاهی و مایندفولنس به من کمک میکنه که بدونم ترسام کجان اونا رو شناسایی کنم بعد آروم آروم باشون رو به رو بشم مثلا کسی که از موفقیت میترسه کسی که از یک رابطه درست و طولانی مدت داشتن اصلا فراس داره راجبش که صحبت میکنه حالش خراب میشه من باهاش کار میکنم ببینم آقا معنای موفقیت براش چیه اون پشت موفقیت چی داره میکنه خیلی وقتا ترس از احساس مسئولیته ترس از اینه که تصمیم گیرنده نهایی اون آدمه بعد باشه من یه کائنتی داشتم یه آقایی بود که خیلی تو کارش موفق بود و خیلی جا داشت مثلا مدیرش چند بار اومده بود بهش گفته بود که آقا بیا اپلای کن برای این کار بعدی برای این پوزیشن بعدی بیا یه لول بالاتر ولی اصلا داش میورد اصلا اومده بود میگفت ببین من شبا فکمو به هم میسایم انقدر حالم بده اصلا نمیتونم برم اپلای کنم نمیتونم برم فرم پر کنم درخواست کنم برای پروموشن با اینکه رئیسش برعکس بود. مداوا سر بالا بود بعد من قشنگ میدیدم که خب تو کارش پرفورمنسش و کارنامه کاریش معرکه است اصلا رضایت کار مدیرا همه ازش بالا. خلاص همه اون ها و مواردی که باید داشته باشه رو داره بعد متوجه شدم باید بریم روی مفهوم پروموشن و ارتقا کار کنیم ببینیم این مفهوم براش چه معنایی داره معنایی که برای این مرد داشت ساعتهای اضافه کار کردن از خانوادهش زدن خانوم و فرزندانش رو ندیدن بود و صحبتش که میشد هر بار که میرفتیم تو ریشاش کار کنیم این تصویر سیاه و بعد این برمیگشت میشد که خب پس من با ساعتهای زیاد کار کنم خسته و نالوم میشم وقتی میرسم خونه پدر بداخلاقیم و همسر ناکارآمد میترسید یعنی کاملا خودش رو تخریب میکرد توی دیدن تصویر قشنگ موفقیت و ما رو اون تصویره کار کردیم یه راه دیگهش تمرین مهارت های مدیریت استرس نه کنترل استرس مدیریت استرس میشه از میتیشن استفاده کرد میشه از یوگا استفاده کرد معجزه قلم و کاغذ و بسیاری از تکنیک های دیگه وقتی که این استرس ها رو میگیرین وقتی که حجمه استراب و استرس ناشی از خود تخریبی میاد سراغتون دنبال مواد روانگردان نرید دنبال علف و چه میدونم ماشروم و مشروب نرین اینا کمک به شما نمی کنن. وقتی که آدما میرن سمت اینجور مواد مثل اینه که زدی پاتو شیکوندی استخون زده بیرون بعد به جای اینکه بری دکتر به جای اینکه استخونو بذاره یکی سر جاش اگه لازم باشه پین بزنه پیچ بزنه بخیه بزنه هی hey, مش مش مسکن بخوری بعدش هم میگه من حالم خیلی خوبه انقدر نوآوری به ذهنم اومده ازم نوآوری چیه این اسمش هلوسینیشن توهمه تو خون ازت داره میره زخمت بازه برو اونو درست کن آخه با این مواد روانگردان که نمیتونی مشکل استراب با استرس حل کنی بیشتر استرابت وارد میشه من راجع به این مواد اصلا شاید یه اپیزود کامل پادکست رفتم که اگه دلتون میخواست صحبت کنم تو کامنت ها بنویس. چرا اینجا دارم من قبلش تاکید میکنم برای اینکه اکثر آدمایی که با استرا و استرس ناشی از خود تخریبی درگیرن یکی از علت های اصلی ادامه دار شدن درگیری اینه که نمیرن به ریشه برسن ببینن چرا این اتفاق براشون افتاده همونجور اون بالا اون بالای آب رو ست. هی دستشون رو میگیرن به یه شاخه ای به یه برگی بعد بدتر میرن پایین و حالشون هی بدتر و بدتر میشه اگه دچار استراب شدید ناشی از افکار خود تخریبی هستین حداقل هر روز در دقیقه دار مدیتیشن کنید ذهنتون رو آروم کنید تا میتونین بنویسید از این معجزه قافل نشین یه مطلب دیگه اینه, اینه ای که ما بعد بپذیریم که نقص داریم ما آدما کامل نیستیم با پذیرش اینی که ما ناقصیم و کامل نیستیم باعث میشیم از ترس از اشتباهاتمون کمرنگ بشه و اصلا راحت تر اقدام کنیم من همیشه میگم تو امتحان ها بهترین چیز این زمانیه که به امتحان میدم برای اینکه من یادم میاد که هر جایی که ما تو امتحانامون زمان زیاد بود من دوچار کمالگرایی میشدم بعد میزدم تو سر خودم بعد دوباره میگشتم گشتم سر سوال اول خود تخریبیه میمد بلد نیستی نکنه اشتباه کرده بشه کجا میدونی درسته ولی وقتی میدونستم یه زمان محدودی دارم حد اکثر تمرکز رو داشتم من دیگه اون فکرایی که ناشی از خود تخریبی بود سراغ من نمیمد و خیلی راحت هم میتونستم سوالا رو جواب بدم و برم و یه کار اصلی دیگه که باید انجام بدیم پاداش دادن به خودمون هر بار که به یه هدف کوچیکی میرسیم هر بار که میتونیم از خود تخریبی جلوگیری کنیم با مش بزنیم تو دهن اون وزوزک خود تخریبگر وجودمون بعد به خودمون یه جایزه کوچیک بدیم و اگه اینجوری انگیزمون رو میبریم بالاتر و دیگه اینقدر با به تعویق انداختن کار با ترس از موفقیت خودمون رو تو عذاب نگه نمیدانیم و یه فعالیت لذت بخش رو میتونیم تا ته انجام بدیم و پاداش به خودمون بدیم و مسلماً طبق معمول آخرین چیزی که من همیشه توصیه میکنم کمک حرفه ای گرفتنه با تراپیست با مشاور با کچ با هر کسی که تخصص داره نه با دوست نه با حال امه امودایی که خودشون تو کار خودشون موندن با کسی که متخصص قبلا با چهار نفر آدم دیگه کار کرده با اونا کار کنین روی احساس شرم و گناه و اعتماد به نفس پایینتون کار کنین و روی شناسایی اون لحظه هایی که خود تخریبی داره از درون میخوردتون باشه که راه رشد یه راه طولانیه تا آخر عمرمونه تا روزی که ما به خاک برگردیم باید برای رشد و بهتر شدن و پیشرفت رو خودمون کار کنیم پس بنابراین اگه من امروز راجع به خود تخریبی صحبت میکنم شما در خودتون یه سری نشونه ها میبینین بهترین کار اینه که به جای اینکه هاش هاش بکنینش زیر قالی فرد و فردا از یه جای دیگه اون خود تخریبی بزنه بیرون و زندگیتون رو نابود کنه برین کمک بگیرین رو خودتون کار کنین هر روز یه قدم یه قدم به سمت آینده زیبا باتر. خیلی دوستتون دارم مرسی که هستید ممنونم دیروز من توی یه محیطی بودم که اتفاقا خیلی هم ایرونی نبود فقط دو سه نفر بودن داشتن حرف میزدم بعد یکیشون داشت میگفت یه اپیزود راجب همین مهمونا صحبت میکنه یه اپیزود دیگه هست راجب ایمپاستر سیندروم میگه برو اینا رو گوش کن اینا برات خوبه خواستی لینکشو میفرستم بعد همجور داشتم بدو بدو میگفتم پا یه دفعه من دم صفحه سبز دیه. گوشی اون خانوم در اومد بیرون انقدر خوشحال شدم که داشتن راجب به لام تا کلام صحبت میکردن انقدر کیف کردم که حد نداشت عمیقا خوشحال شدم حالا من خیلی دورتر از اون آبای بودم ولی قن تو دلم آب شد خستگی روزم از جونم رفت بیرون ممنونم که هستید ممنونم که به هم دیگه پادکست لام تا کلام رو معرفی میکنید از حمایت هاتون متشکرم تا هر کدوم از اپلیکیشن های پادگیر الان دارین گوش میکنین اگه میتونین کامنت بذارید بگید دوست دیگه راجع به چی صحبت کنم و ازتون خواهش میکنم با خودتون مهربون تر از اینی باشید که هستید مهدی بسیار عزیزم ممنونم از موسیقی متن و مشکان جونم متشکرم که با این عشق و محبت و دقت صدای من رو ادیت میکنی دلتون شاد و تنتون سلامت